اصل در کسی که وضو گرفته است وضویش با شک کردن ناقض نمی شود و واجب بر آن است که از باطل شدن وضویش یقین پیدا کند و اگر یقین پیدا کرد که وضویش باطل شده است می تواند نمازش را ترک کند و وضوعش را تجدید کند و نواقض وضو از جمله خارج شدن ادرار و مدفوع از شرمگاه و باد شکم و غیر می باشد خارج شدن ادرار و مدفوع غیر از محل شرمگاه از بین رفتن هوش و عقل که به صورت کلی منجر به جنون شود و یا به مقدار مدت مشخصی در حالت خواب و بیهوشی و مستی فرو رود و یا چیزی شبیه آن و خواب یکی از نواقض وضو است اگر به صورت خواب عمیق باشد و انسان را از احساس و شعور باز دارد و اگر کسی در مسجد به خواب عمیق فرو رود واجب بر او است که وضوعش را تجدید کند چه ایستاده باشد و چه نشسته و یا به صورت دراز کشیده بر زمین و اگر به خواب عمیق فرو نرفته باشد و احساس خود را از دست ندهد بر او واجب نیست که وضوعش را تجدید کند به دلیل ورود حدیث صحیحی که از پیامبر صلی آمده است و از نواقض وضوع خوردن گوشت شطور است از حدیث جابر ابن سمره رضی الله عنه که شخصی از پیامبر صلی سال علیه کرد آیا بعد از خوردن گوشت شتر وضوع بگیریم فرمودند بله